چرا من از این بازی انقدر دارم گیم پلی میذارم؟ احساس میکنم این بازی شده سریال کانال من. میخوام انقدر ادامهش بدم که تمام ماشینا، تمام خونه و هر چی که توی این بازی هست رو بخرم. بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی ال پی هستم، خوش اومدید به پارت 13 بازی استریم لایف سیمولیتور. از پارت قبلیش استقبال فوق‌العاده‌ای کردیم، به خاطر همین پارت 13 هم گیم پلی میذاریم. بچه ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما توی دو تا هم جوین بشید. بدون معطلی بریم سراغ پارت 13. خب اگه پارت قبلی رو ندیدید حتما برید پارت قبلی رو تماشا کنید، بعد بیاد این پارت رو ببینید که بفهمید داستان اصلی بازی چی بود. از آخرین گیم پلی که از این بازی گذاشتم تا الان کلی چیز تغییر کرده. همونطوری که میبینید الان اتاق این شکلی شده، دوتا نور خفن گرفتم، یه دونه پرده کروماکی گذاشتم پشت سرم که کیفیت استریمامو خیلی بیشتر کرده، دو سه تا چراغم واسه اتاق زدم و یه دونه شلف که مثلا یه چیزای دکوری بذارم روش و یه صندلی و چند تا آمپولم انداختم این گوشه که مال اون حیوان خدا بیامرز بود، راستی قامز فوت کرد دوباره، ولی یه سورپرایز خیلی باحال واسهتون دارم توی این پارت. اصل اتفاقایی که افتاده بیرون از این اتاق، میخوام اتاق ماینرا رو بهتون نشون بدم ببینید چه خبره اینجا. تقریبا حدود 70 تا ماینر دارم الان که مثل بنز دارن واسم بیت کوین ماین میکنن. یه سریش هم که تو خونه قبلیه بود دیدید اونا رو، ولی تمام اینا جدیدن، بازم میتونم بهشون اضافه کنم. اول از همه بریم نیازهای روزانه این بنده خدا رو چک کنیم که مشکلی براش پیش نیاد. رفتم کلی از این قرصا هم خریدم آوردم گذاشتم تو خونه که دیگه مشکل هلت و سلامتی نداشته باشیم. تنها چیزی که الان خیلی رو مخ صدای این ماینرهه. البته تو اتاق کار که میری میشینی درو میبندی صدای دیگه نمیاد، ولی بیرون از این اتاق همه جا صداشون میاد. حتی اگه در اتاقو ببندم باز یه ذره کمتر میشه حالا صدای، ولی بازم میاد. اینو دیگه کاری نمیشه کرد. بریم ببینیم غذا مزه چیزی فعلا داریم. یه چیز دیگه هم که راجع به این غذا فهمیدم، یکی از بچه‌ها تو کامنت‌ها کمک کرده بود، خیلی دمش گرم. این غذا رو روشون که میری یه سری اطلاعات اینجا برامون نوشته. الان اینو نوشته الیتل درتی، یعنی یه ذره کثیفه، ولی یه ذره کثیفا مشکلی نداره وقتی بخوریشون. فرش و وری فرش هم داره که اونا عالین، ولی الیتل درتی هم که میخوری هلثت کم نمیشه، مشکلی نداره. از این بدتر دیگه کم کم هلثو خراب میکنه. خب همه چیمون تا اینجا صد شد، برم دستشویی حمومم برم که یه روز فوق‌العاده رو داشته باشم. امروز کلی حرکت‌های خفن میخوام بزنم. اگه بتونم پول جمع کنم و خوب بیت کوین ماین کرده باشن میریم ماشینم میخریم تو همین پارت. خب هلث که اوکی، انرژی اوکی، همه چی اوکی اوکی. بریم سر سیستم ببینیم چه حرکت خفنی میتونیم امروز بزنیم. من در این اتاق رو ببندم که صدای این ماینر رو کمتر بیاد تو اتاق. بریم ببینیم چه کار خفنی میتونیم امروز بکنیم. یه ذره باید منتظر بمونیم تا سیستم داغونمون بیاد بالا. سیستمم بد نیست، من خیلی چیزای خفنی روش نصب کردم، نمیدونم چرا انقدر کند میاد بالا. خب بریم یه سری دیگه سورپرایز اینجا بهتون نشون بدم که کریپتو داره چیکار میکنه با چه سرعت اینترنتی. همونطوری که میبینید مثل برق داره بیت کوین ماین میشه، همین جوری داره میره بالاتر. من الان همشو میفروشم و یه پول نسبتا مناسب به جیب میزنم، ببینم کلا چقدر پول دارم. اگه داشته باشم میریم چند تا ماینر دیگه هم میخریم میایم نصب میکنیم. فکر میکنم که بتونیم ماینر بازم بیاریم. تمام پولا رو الان من ترانسفر میکنم توی کارت که بریم نقد بگیریمشون و چند تا ماینر دیگه بخریم. هر ماینر 700 دلار بود، الان فکر کنم حدوداً 7 تا ماینر دیگه میتونم بخرم. قبل اینکه کارو با سیستم شروع کنیم من برم یه سر بیرون ببینم بازم ماینر میتونم بخرم یا نه، بعد برگردیم دیگه بیایم بشینیم سر سیستم. راستی اینجا رو ببین، اصل داستانو اصلا یادم رفته بود. من کلی چیز باحال دیگه هم خریدم که الان دونه دونه بهتون نشون میدم قبل اینکه بریم بیرون. یه دونه پوستر نسبتاً باحال برای اتاق گرفتم، یه دونه چیه این شلوار واسه خودم گرفتم که خوشتیپ‌تر باشیم تو استریم، یه تابلو خفن دیگه گرفتم، این یه دونه پاور سوپلای فکر کنم، یه پاور سوپلای دیگه گرفتم برای اون اتاق ماینرها. اینا رو هنوز دقیقاً نمیدونم چه کاری انجام میدن، چیکار میکنه با برق، مثلا صرفه‌جویی میکنه تو مصرف برق یا حرکت دیگه میزنه. یه دست لباس کامل گرفته بودم، اینا رو باید بریم اوکیشون بکنیم اول، بعد بیایم سراغ ادامه داستان. کلاه رو فعلا میندازم اینجا، پوسترامون و اینا رو هم بزنیم به در و دیوار، فکر کنم خیلی باحال‌تر بشه.
راستی یه کاری که یادم رفت انجام بدم اینه که استریمو باید باز بذارم الان، به خاطر اینکه خیلی تاثیر داره تو کل روند بازیم. کلی پیشرفت کردم تو اون کرونایی که به خاطر استریم بهت میده، اونا رو هم الان بهتون نشون میدم با جزئیات. اول از همه استریمو من باز بکنم، 8265 که یادتون هست قطعاً، امکان نداره چیزی راجع به سریال این کانالو فراموش کنید. شما استریممون هم میذاریم روی 720 یا 1080 میذارم و 60 FPS، فکر کنم 8000 تا بیتریت میخواد، اینم میتونیم ساپورت کنیم و گیم و استارت استریم. به به، کیفیت رو نگاه کنید، فقط پوزیشن رو توی وبکم ببین حال میکنه آدم. همین جوری باید دونیت بیاد در و دیوار و ویور جدید و سابسکرایبر و کلی باید منو حمایت کنن دیگه. اینجا هم باز کنیم ببینیم از استریم قبلی چه حرکتایی انجام دادیم. 5 دلار اونم فکر کنم الان دونیت شد. چیز خاصی نیست. کلی آپشن جدید واسم باز شده توی یوتیوبم، میتونم کلی ویدیو جدید آپلود کنم. خیلی تعداد ویدیوهایی که میتونم آپلود کنم بیشتر شده و سرعت آپلودم هم خیلی رفته بالا. یه نگاه فقط بندازید ببینید چند نفر همزمان دارن این استریمو نگاه میکنن. حالا یه چیزای باحال دیگه هم گرفتم که دونه دونه همه رو اگه یادم بمونه بهتون نشون میدم. خیلی چیزای خفنیه. خب ویدیوهای یوتیوب هم آپلود کردیم و اونایی که بیشتر از یه روز آپلود موندن دیگه تقریبا درآمدشون رو داشتن و به درد خاصی نمیخورن. معمولا من اونا رو پاک میکنم همه رو، ولی الان نداشتیم مثلا همچین ویدیویی. چیز جالب دیگه که اینجا بتونم بهتون نشون بدم این وال هک، با این میتونم برم تو کانتر تمام دشمنا رو ببینم از پشت دیوار، عین وال هک واقعی. ولی خب اگه بفهمن که از این داری استفاده میکنی بنت میکنن و دوباره همه چیت میره از اول. واسه منو یه دفعه فهمیدن، منم دیگه آنش نکردم فعلا. من اینکه حالا یه جای خاص تو استریم بخوایم ازش استفاده کنیم. یه چیز خیلی باحال دیگه هم اینجا خریدم، باید وی پی ان رو روشن کنم تا بهتون نشون بدم. تو دیپ وب میتونی بیای بکدور هک رو بخری. من 20 تا ازش خریدم فعلا، مثل بنز داره بیت کوین ماین میشه. اون بالا رو فقط ببینید، این وال هکر رو که میخری، اون هکره که هکت میکنه میتونی هک بک بهش بدی و یه پولی ازش بگیری. من 20 تا فعلا ازش دارم، هر کدومش هم 5000م بیت کوینه. فعلا دیگه بهش نیازی نداره. دارم اینا رو هم که بهتون نشون دادم، بریم لباسارم چنج بکنیم، لباسای جدیدی که خریدم و بپوشیم و بریم سراغ ادامه داستان. کلام که همون بود، شلوارمو میتونم اینجا عوض کنم، اینو میندازمش رو زمین فعلا. تیشرتم هم فکر کنم همون تیشرت است که داشتم. آره اینا به دردم نمیخورد، فعلا میتونم اینا رو بندازم همین گوشه اتاق باشه. اینجا فعلا یه جورای انباریه تا بعدن درستش کنم دیگه، یه جای مناسب انتخاب کنم واسه تمام این چیزایی که اضافه است. این کلاهرم میندازمش این گوشه. خیلی بازی‌های این شرکت جدیداً من متوجه شدم که باگ داره، یعنی تو تمام کارهایی که می‌خوای بکنی یه ایرادی پیش میاد بعضی موقع. لباسه کجا افتاد؟ فکر کنم افتاد اون پشت، نمی‌بینمش الان، امیدوارم که باگ نشده باشه. سورپرایز این بازی الان این گربه است. به جای اون سگه یه دونه گربه خیلی باحال خریدم، میشه بغلش کنی میاد این گوشه، خیلی خوشگل و بامزه است. بعضی موقع هم غذا میخواد، فقط چیز خاصی نمیخواد، اذیت نمیکنه، مریض نمیشه، خیلی از سگ بهتره. حالا اگه بتونم کل خونه رو پر گربه میکنم. این تیشرترم که اونجا انداختم پایین اینور دیوار افتاد. واقعا باگای لذت بخشی داره این بازی. خب بیا برو بازی کن تو فعلا، کاری باهات ندارم. الان فکر کنم غذا مزه نمیتونم بهش بدم. چرا؟ الان میشه بهش غذا داد. یه سری غذای گربه هم اینجا داشتم، نمیدونم تاریخشون گذشته یا نه. اوه خیلی داغونم، بد جور غذا خراب شده. اینا همه رو هم باید ببرم بندازم دور. خب خوابش گرفت وسط اینجا، فعلا کار خاصی نمیتونم انجام بدم. یه سر فقط از خونه میرم بیرون اول. البته قبلش من باید چند تا کار انجام بدم. انقدر کار دارم دیگه تو این بازی که یادم نمیمونه اصلا، فراموش میکنم چه کارهایی میخواستم انجام بدم. میتونیم دکور اتاقو خیلی باحال بچینیم الان. استریممون هم بست و خسته شد، برم اول این اتاقو کامل کنم، بعد بریم چند تا ماینر بخریم و بیایم بریم سراغ داستان دیگه. بریم چند تا استریم خفن بذاریم واسهشون. این اتاقو خیلی میخوام خوشگل درست کنم، یعنی تا جایی که بتونم میرسم به همه چیز این اتاق. این گیمینگ رو میتونم بزنم دم در، بزنمش بیرون که مثلا اینجا اتاق گیمینگ و اصلا مزاحم نشید. من عاشق این گربه هم، خیلی بامزه و بی‌آزاره، اصلا به هیچ کس کاری نداره. خب این تابلو رو هم میزنیم کنار اینا، احتمالاً اگه قرینه در بیاد یه دونه چراغ هم میزنم این طرفشون که نورپردازی هم فوق‌العاده حرفه‌ای بشه. این تابلو هم برای بیرون بدی نیستش، نمیدونم روی کروماکی که نمیشه تابلو زد اصلا، ولی اینم برای این طرف میتونم بزنم، فکر کنم خوشیل بشه یه ذره بغل این چراغه. اینجا جاش خوبه، خیلی هم اونجا رو شلوغ نکنم. حالا
یه دونه تابلو دیگه هم اینجا داریم، اینم میزنم کنار همینا. دیگه چی مونده؟ یه دونه پاور سوپلای مونده توی بگم که اینو میخوام بذارم کنار ماینرا اینجا برقشون رو یه ذره از این تغذیه کنن. دقیقاً نمیدونم هنوز این به چه دردی میخوره، ولی فکر کنم برای همین کار باید باشه. حالا شما اگه میدونید اینم حتما توی کامنت ها من به یه جالب واسم بدونم این به چه دردی میخوره. اینم از این درو ببند بریم یه چرخ بزنیم. چیزی مونده هنوز بیرون؟ فکر کنم خریدمونم تموم شد. بریم ببینیم میتونیم چند تا ماینر دیگه اینجا اضافه کنیم و کلی پول بیشتر به جیب بزنیم یا دیگه بهمون نمیفروشه. اول باید برم یکم پول نقد بگیرم از اوبر بانک. یه مشکل دیگه هم برام پیش اومده بود، این آشغالام تو خونه خیلی داشت زیاد میشد، همه رو آوردم ریختم اینجا بعد ریده شد تو سطح شهر، کلا رخ شهر به رفت دیگه. ولی حالا پایین خونه هم یه سری سطل آشغال و انباری و اینا هست که میشه از اونجا هم استفاده کرد. من فعلا برم کار ماینرها رو انجام بدم، از همه چی واجب تره اینجا. خب دم اوبر بانک، هر چی پول تو کارتمه رو به من نقد بده لطفا، همش رو لازم داره. 2000 تا دیگه هم از اینجا بده، یه 1000 و مثلا 700 تا دیگه هم بهم بده تو کارتم. اوکی 160 هم بمونه اونجا. من این یارو ماینر فروشه رو یه مارک بکنم تو نقشه. هنوز بعد از این همه ماینر خریدم من یادم نمونده این کجا بود. برو بریم بالا سرش ببینیم چند تا ماینر بهمون میفروشه امروز. هر چی ماینر داره این یارو رو میخوام ازش بخرم، یعنی به ماینراش رحم نمیکنم اصلا. این یه دونش، دو تا، سه تا، چهار تا، به به چه پولی در بیاریم ما با این ماینرا. میترکونیم این بازیو. کیفم فعلا پر شده، باید اینا رو ببرم بذارم سر جاشون بعد دوباره بیام ازش بخرم. تبلیغ روی این بنرها هم دیگه عوض شده، قبلا اگه یادتون باشه اینترنت کافه سیمولیتور بود، ولی الان توی این آپدیت جدیدش بوردر آفیسر اومده. گیم پلیشو واسهتون گذاشتم، اگه ندیدید حتما برید اون بازی هم تماشا کنید، خیلی بازی باحالی بود. خب میریم بالا که ادامه ماینرامون هم بچسبونیم به در و دیوار و کلی پول بیشتر بزنیم به جیب. یعنی من کل مپ این بازی رو قراره بخرم. نمیدونم دیگه کجا میتونم ماینر فقط بچسبونم، اینجا میتونم یه ماینر دیگه بچسبونم. همین الانم روشنش بکنم. کد 6762 بود. بذار من کدو ببینم. 6762 یا دارم اشتباه میزنم؟ نمیدونم درسته یا نه، باید کدو نگاه کنم درسته. مثل اینکه این ماینرم ران شد، حالا چند تا ماینر دیگه هم میتونم بخرم، اونا رو هم میرم میگیرم میام همینجا میچسبونم همه رو به دیوار. دیگه اینجا مثل اینکه نمیشه ماینر چسبون، یه دونه دیگه میتونم اینجا بزنم. اینم هم همون 6762 رانش میکنیم. چه برقی داره مصرف میکنه الان این ماینرها، فکر کنم نصف برق شهر رو من دارم میکشم الان. یه دونه دیگه هم میتونیم بچسبونیم به اینجا. کی بود بهتون گفتم من کل این خونه رو ماینر میکنم؟ تازه این خونه اصلیه که قرار نبود خیلی ماینر توش بزنم، اون خونه رو که همش رو ماینر میکنم. نمیدونم دقیقاً چقدر ماینر میشه خرید، ولی تا جایی که بشه من میخرم. الان خیلی بیشتر من دارم پول در میارم با این ماینرها. یه جای دیگه لازم داریم برای ماینر بعدیمون، اینم میتونیم این پایین بزنیمش به دیوار، با اینکه دیگه داره میره توی زمین، ولی از تک تک جایی که تو این خونه هست من باید استفاده کنم برای چسبوندن ماینر، راه دیگه ای ندارم. یه دونه دیگه بذار من بچسبونم فقط. اینجا نمیشه، اینجا دیگه نمیشه، همه جا پر شد، هیچ جا دیگه نمیتونم بچسبونم. آها اینجا ذره خالیه. این ماینرم روشنش میکنیم با موفقیت. برم یه نگاه بندازم ببینم چند تا ماینر دیگه میتونیم بخریم و برگردم بریم یه ذره تو سیستم یه کارهای هیجان انگیز انجام بدیم. با این وضعیتی که الان من دارم پول در میارم، فکر کنم تا پارت بعدی نهایتا خفن ترین ماشین این بازی رو خریده باشیم ما، اگه تو این پارت نتونم بخرم تازه. داداش چقدر دیگه ماینر به من میدی این دفعه؟ یه چند تا هم قصی بده من ببرم پول همه‌شون رو واسات میارم. خب دو تا ماینر دیگه هم به جمع ماینرامون اضافه شد، فعلا دیگه پول نداشتم که بخرم. بازم یعنی به هم میفروشه این؟ فکر کنم کل این خونه ماینر بشه، بعید میدونم جای خالی بتونم بذارم تو این خونه. خونه قبلیه که 100% فول ماینر میشه، چون حالا حوصله نداشتم این ماینرها رو ببرم اونور بچسبونم، همه رو اینجا زدم. ولی تو این خونه بیشتر از اون اتاق نمیخوام ماینر بچسبونم، تا جایی که راه داشته باشم دیگه. اگه مجبور بشم که ماینر میزنم، ولی تا جایی که بتونم نمیخوام از این اتاق بزنه بیرون. بذار ببینم این دوتا رو هم میتونم وصلشون کنم اینجا. یکیشون که باید این گوشه موشه ها وصل بشه، اینو میچسبونمش همینجا. 6762 اوکیه، اینم رانش میکنیم. یه دونه دیگه مونده، اگه بغل اون پاور سوپلای بتونم بزنم عالی میشه دیگه. فکر کنم دیگه هیچ جای خالی تو این اتاق وجود نداشته باشه واسه ماینر. این بعضی موقع سبز میشه، همونجا باید بگیرمش.
متاسفانه هنوز موفق نشدم اینو بچسبونمش این گوشه، ولی اینجا شاید بشه چسبون. این ماینرر هم میچسبونمشون پایین پایین، یه ذرهش میره تو سقف همسایه پایینی، ولی اشکالی نداره دیگه، درصدی ازش به خود همسایه هم میده. باز کن درو، من اینجا زودتر برم بیرون، دارم خفه میشم، احساس میکنم خیلی گرمه این اتاق، با اینکه یه دونه اسپلیت هم اینجا گذاشتم. میذاریم دما رو روی 17 درجه که ماینرر رو خنک کنه قشنگ، داغ نشن، کارت گرافیکاش نسوزه. خب اینجا که تموم شد، این درم میبندیم، بریم یه غذا هم بزنیم. یه دونه غذا میخورم، ممکنه التسم کم شه ولی نشد. یه غذای دیگه هم الان لازم دارم، این یکی هم بخورمش. اینم از این یکی غذا. یه دستشویی توالت فستم باید بریم که خیلی وقت دستشویی نرفتم. همه چی فعلا اوکی، فقط انرژی ندارم، هلتسم 3% کم شده که اونم مهم نیست، اینجا پر قرصه، باید برم بخوابم و فردا کلی کار باید انجام بدم. بچه ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که بازم ادامه بدم و گیم پلی بذارم واسهتون، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، تمام کامنتاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما توی اون دو تا هم جوین بشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.